تنها 3 روز پس از اون که خبرگزاری ها از پیشنویس لایحه تشدید مجازات های جمهوری اسلامی توسط نمایندگان جمهوری خواه ایالات متحده خبر داده بودند، روز چهارشنبه در کاپیتال هیل از بسته جامعه تحریمی ایران که از اون به عنوان مادر تحریم ها یاد شده برای تصویب مجلس نمایندگان رونمایی شد. تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی و اعمال مجازات های سنگین اقتصادی برای فروشندگان اسلحه به ایران در کنار فعال کردن مکانیسم ماشه در جهت بازگشت پرونده اتمی به شورای امنیت بخشی از مهمترین توصیه های پیشنهادی مرکز مطالعات جمهوری خواهان در متمم 25 ماده ای این لایحه 111 صفحه‌ای خطاب به دولت ترامپ. علاوه بر اون، سازکار تبادل مالی برجامی موسوم به این سکس غیر قانونی دونسته شده و از وزارت خزانه داری خواسته شده تا صنایع مادر جمهوری اسلامی از جمله پتروشیمی، ساختمان و خودرو رو به لیست تحریم ها اضافه کنه. کارگروه ارائه دهنده این طرح علاوه بر جمهوری اسلامی به دولت آمریکا پیشنهاد کرده تا دولت روسیه رو به علت روابط نزدیک گروه‌های تروریستی سپاه پاسداران و طالبان در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داده و مجازات‌های اعمال شده علیه مسکو رو تشدید کنه. این طرح که بسیاری دامنه تبعات اقتصادی و سیاسی اون رو به مراتب گسترده‌تر از قطعنامه‌های 1929 و 2231 شورای امنیت سازمان ملل دونستن، ممنوعیت‌های گسترده اقتصادی و رفت و آمدی برای بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران پیش‌بینی کرده و گروه‌های نظامی و سیاسی متحد تهران در خاورمیانه از جمله شیعیان حوثی انصارالله یمن، سپاه بدر و کتائب امام علی و سید شهدا رو به لیست سازمان‌های تروریستی متخاصم افزوده. آمریکا علاوه بر تحریم، دست ترامپ رو در برخورد نظامی با اونها بازتر می‌کنه. نام متحدان سیاسی حزب الله و جمهوری اسلامی در بیروت از جمله وزیر خارجه و رئیس پارلمان لبنان هم در لیست سیاه این پیشنویس دیده میشن. 13 نماینده جمهوری خواهی که پیشنویس این طرح آماده کردند، خواستار ممنوعیت تمدید معافیت‌های برجامی بدون تصویب کنگره شده و علاوه بر حمایت از طرح 12 ماده‌ای مایک پومپئو درباره مذاکره با تهران، خواستار اصلاح قانون اختیارات جنگی رئیس جمهور ایالات متحده شدند تا دست او برای حفظ امنیت کشور رو بازتر بذارن. با این حال، به باور ناظران این طرح پیشنهادی تا تصویب نهایی راه آسونی در پیش نداره و احتمالاً دموکرات‌ها با بخشی از اون مخالفت خواهند کرد. اما پیشنهاد اون به منزله چراغ سبز اکثریت جمهوری‌خواه به دولت ترامپ تلقی میشه که دست او رو برای تشدید تحریم‌ها به وسیله فرمان مستقیم به وزارت خزانه‌داری اوفک بازتر می‌کنه. سوگند یاد می‌کنم. به نظر میرسه اظهارات بخش تندروی جمهوری اسلامی علیه امکان مذاکره با قاتل سلیمانی در ماهی که میرفت تبادل زندانیان روزنه‌های امید رو در باز شدن یخ مناسبات این دو دشمن دیرینه زنده نگه‌داره، حالا به یک دردسر تازه تبدیل شده باشه. پیشنهاد این طرح تنها چند روز بعد از تحریم گسترده شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی و اضافه شدن نام 50 نفتکش همکار با اون به لیست سیاهه. اون هم به بهای تنها 50 میلیون دلار حاصل از فروش بنزین به ونزوئلا از فردای روشنی در اقتصاد و مناسبات سیاسی ایران خبر نمیده. سوال این که آیا اقتصاد کشوری که حتی تا به قرنطینه کوتاه مدت برای نجات جان شهروندانش رو نداره و همین حالا هم قیمت ارز در اون آرام و قرار نداره، تحمل تعطیلی کامل اون هم به خاطر تحریم رو داره؟